16 اکتبر 2015 پال باساگوتیا دوچرخه سوار کوهستان در کلاس جهانی است. وی خود را فقط برای مسابقه کوهستان بزرگ آماده می سازد. این تنها عنوان ورزشی است که در مسیر حرفه‌اش به چنگ نیاورده است. روز آخری. اینجا الان ساعت 7:30 صبح. خورده کارهای آخر انجام میدیم. باید را بیفتیم. میخواییم برگردیم پایین تنگه و ببینیم روز صبح چه حالی داشتم. هنوز زوده اما حس اعتماد به نفس دارم، چرا که همه مسیرهای سخت رو پشت سر گذاشتم. امسان احساس اعتماد به نفس بیشتری دارم. خیلی با هم خوب بودیم. ناتالی رو داشتیم و دخترمون تقریبا 2 ساله بود، یه دختر خوشگل و ساله، و منم دوباره باردار بودم. خیلی هیجان زده بودم. تابستون خیلی خوبی داشتم و عالی بسکتبال بازی کرده بودم. حس می‌کردم تو اوج حرفه ورزشیم هستم. منم یادم معمولی بودم که تو لس آنجلس با دخترم زندگی می‌کردم و دنبال گذران زندگیم بودم. می‌رفتم مدرسه دنبال دخترم. تازه دیپلممو از دبیرستان گرفته بودم. آماده می شدم کار موسیقی، تلافروشی و اسکی رو انجام بدم. فکر کردم خب این سفر آخرم میرم. اتفاقا دکترم هم مسافرت رفته بود، تو شهر نبود. یه اتفاقات دیگه هم تو بیمارستان افتادم و راستش رفته بودم آنا رو به دنیا بیارم. معمولا خودم تنهایی موج سواری می کنم، اما اون روز به دوستام گفتم بیان تو ساحل منو ببینن. میدونی میخوام پایین برم یکم خودم رو اینجا گرم کنم. تو ماشین با همسرم بودم. دعا کن موفق بشم. جلوی خونمون داربست زده بودن. یه جوری بود که میتونستیم از داربست بالا بریم. منظره خیلی قشنگی بود. دوچرخه سالمه؟ کی بعدش میاد بره بالای داربست روشنایی قشنگ شهر رو ببینه؟ ساعت 1 بعد از ظهر یه روز آفتابی قشنگ وسط یه چهارراه بزرگ. خیلی هم تون نمیروندم. تو ساحل بازی میکردیم، هوا داغ شد. منم گفتم میخوام از قایق بپرم تو آب. مردم همیشه از بالای صخره شیرجه میزنن. یه دفاع اومد جلوی من، توپو بالا نگه داشتم، رو کمرم افتادم. پال باساگوتیا 29 ساله است. این آقا اولین ورزشکاری که تا حالا تونسته عنوان کرنکوکس تو رشته پایین اومدن از شیب تند و از آن خودش بکنه و مسیر خیلی منحصر به فردی داره. هیچ کس تا حالا به غیر از پال باس نتونسته از مسیر سمت راست دوچرخه سوارا اینقدر پیش بره. 3 2 1. توی موج لوله‌ای کشیده شدم. وقتی بیرون اومدم موج به کمرم زد و فکر کردم عمق آب بیشتر شده بود. یادم میاد کمربند ایمنیمو باز کردم و برگشتم یه چیزی از تو صندوق عقب بردارم. بعد مرده رو دیدم که فرمون عقب جلو میکرد. زدم به لبه عقب و ضربه منو تو هوا چرخوند. انگار تو هوا پشتک زدم. پیاده میرفتم، یه درخت افتاد روی من. دست مامانمو گرفته بودم اما فشار نیرو منو زمین زد. لاستیک ماشین کاملا از روم رد شد. اون خانوم داروی اشتباهی تو اپیدورال زده بود. مغز نخام تیر کشید و سوخت. شیرجه زدم، خوردم کف رودخونه. 10 متر پایین تر خوردم زدم. خدای من، حال همین الان از مسیر خودش خارج شد. الان روی بوته ها افتاده. نمیتونم پاهمو نمیتونم تکون بده. اینجا پزشک داریم. وایسا نفس بکش. خب با هم حرف زن. نمیتونم پاهمو تکون بده. پارسال اینجا اومده بودم، حامی مالی هم نداشتم، برنده شدم، بعد بازم تونستم این حرکت رو بزنم. باورم نمیشه تکرارش کنم، واقعا باورم نمیشه.
قبل از اینکه پال صدمه ببینه ما با هم خیلی دوچرخه سواری میکردیم. وقتی رفیق دوچرخه سواریم برگشت گفتم آقا رفیق ما خیلی زود دوباره میزنیم به کوه. باور کن هر روز فکرم همینه. حدس میزنم رفیق. 1,000,000% فکر نمیکردم فلج بشم. همه ما تصادف میکنیم. چیکار میکنیم؟ زمین میخوریم دوباره پا میشیم. اما این دفعه مطمئنن خیلی فرق داشت. هر چقدر بخوای روزا وقت میذارم بری و دوچرخه سواری کنی. و فقط میدونم سخته. اما هر وقت حاضر شدی منم هستم. اون روز میرسه آقا. آره. خیلی خوب میشه. هر وقت بخوای میام اینجا رفیق. ممنونم. همه چی رو از دست دادم. همه چی. اغلب مردم وقتی بزرگ میشن به خودشون صدمه میزنن. این یه دوره تغییری که آدم دوچارش میشه. من نمیتونم بگم که هیچ وقت این حس رو تجربه نکردم. میدونین انگار این چیزیه که همیشه میدونستم. منم حتما گاهی اوقات دوچار یه دوره ناامیدی میشم. دوچار یه دوره افسردگی میشم. خیلی افسرده بودم. خودمو بد جوری گم کرده بودم که حتی نمیتونستم. اصلا دلیلی نداشت که بخوابم صبح لباس بپوشم. آخه چرا باید من این بلا سرم بیاد؟ چرا من انتخاب شدم؟ من دوتا بچه دارم و از این حرفا. آخه من مربی فوتبال بودم و با بچه های تیم کلی تمرین میکردم. با خودم فکر میکردم آقا زندگی تموم شد رفیق. دیگه کاری نمیتونم بکنم. نشستم اونجا تو تخت اتاقم خوابیدم. از صبح تا شب اصلا بنا نمیشدم. از صندلی چرخدار استفاده نمیکردم. همونجا میخوابیدم. حسابی عصبی شده بودم. نمیدونستم میتونم دبیرستان رو تموم کنم یا نه. اصلا میتونستم برگردم و بین دوستان باشم. بچه ها اون بیرون موج سواری و اسکیت بازی میکنن و بهشون خیلی خوش میگذره. حتی اگه به من بگن بیا چی کار میتونم بکنم؟ دوستان بهم میگن برو بیرون و یه کاری انجام بده. همش اونجا خوابیدی. ولی شما از نظر جسمی نمیتونین از رخت خواب بلنشین. دوستاتین رو نمیفهمن که چرا همش تو تخت خوابیدی. از نظر ذهنی تحلیل رفتی و این قضیه تمام جون آدمو میگیره. یعنی افسردگی بدترین اتفاقه. او آنت هنوز میتونی هر کاری که بخوای بکنی؟ نه، حتی نمیتونم خودمو به زمین فوتبال برسونم. برای اینکه هفته پیش یه نفر جلوی درو بسته بود. یعنی عملا همیشه یه نفر هست که جلوی در پارکینگو میگیره. هیچ کس هم نمیتونه پیداش کنه. نمیدونه ماشینش کجاست. این بلا همیشه سر من میاد. من میخوام زندگی عادی خودمو داشته باشم. نمیخوام این زندگی برای اطرافیانم یه داستان غم انگیز باشه. طرف کجاست؟ کلید کجاست؟ کجا رفته؟ وای نه. حالا چطوری آنتو ببریم تو؟ میتونیم آنتو پرت کنیم اون طرف هزار سیمی؟ کسی باید کولش کنه. بعد همسرم حوصله‌اش سر میره. بچه‌ها میگن میخوان بازی رو ببینن. این چیزا فقط حال منو خراب میکنه. به عنوان یه انسان من سر راه بقیه‌ام. روز 180 پس از مرخص شدن از مرکز توانبخشی، درمان جسمی پال به طور چشمگیری کاهش یافته است. $300 $300 $320 $600 میدم. $600 $600 هورا. $800 هورا. خب $900 $900 $1,000 $1,000 $1,000 نوبت منه. آره عزیزم. آره نوبت منه. برو من خلشگاه. برو من خلشگاه. رفیق ممنونم. کامرون رفیق خیلی خوبی هستی. خودت خیلی خوبی. ممنونم آقا. حالت خوبه؟ آره فقط تعادل ندارم. ممنونم لطف کردی. ممنونم. همه بیان بیرون. بچه ها همه تونو دوست دارم. یه بار دیگه میگم بدون شما موفق نمی شدم. بهتون دروغ نمیگم. این آسیب دیدگی لعنتی پدرمو در آورده. ازش متنفرم. هر روز گریه میکنم. بیدار میشم. داغونم. اما به خاطر شما تو این مسیر سخت ادامه میدم و سخت تلاش میکنم تا دوباره سرپا بشم. حتما دوباره راه میرم. از شما خیلی ممنونم.
سلام. چطوری؟ چی شده؟ کمرم شکسته. وای. آره موقع دوچرخ سواری کوهستانی کمرم خورد شد. حرفی من به عنوان یه دوچرخ سوار کوهستانی رویای زندگی هر بچه ایه. برنده مسابقه پال واساگوتیه. واقعی نیست، انگار ما ستاره‌های موسیقی هستیم. خیلی خوبه، زندگی خوبیه. صورت حساب بیمه خانواده، صورت حساب دوستم دارم، یه صورت حساب گنده از بیمارستان. دائما هر روز این دیوونه ها تمرین میکردم. یه سال و نیم عمرم رو گذاشتم و حدود 8 تا 10 ساعت در روز تمرین میکردم. تونستم شرایطم رو بهتر کنم. هر کاری از دستم برمی اومد کردم تا جلوی همه حرفای دکترا وایسم و ارزندام کنم. یک سال بعد، پس از تقویت نیرو و کمک مچبند و زانوبند، پال میتواند با دو عصا در اطراف راه برود. حالا میتواند رانندگی کند. راستش من و نیکول با هم دبیرستان میرفتیم. یکی از اون دخترها بود که همه میپرسیدن نظر درباره نیکول مانگ چیه. اصلا فکرش رو نمیکردم ممکنه شانس بیارم و ازش جواب مثبت بگیرم و بتونم باهاش زندگی کنم. آخه تو گروه تشویق مدرسه بود و همیشه با فوتبالیسا، بسکتبالیسا و گروه های ورزشی همراه میشد. من اصلا جزو این بر بچه ها نبودم. خودم میدونم وقتی آسیب دیدم قشنگ و واضح گفت که دوتایی از پس یه مشکل برمیم. نمیدونم چند تا دختر دیگه تو این شرایط پای آدم میمونن، اما نیکول موند. روزی نمیگذره که به تصادف فکر نکنم. یه جورایی آرزو میکنم یکاش ضربه مغزی شده بودم، یکاش بیهوش میشدم تا هیچی یادم نیاد. نه آخه مشکل اینجاست که همه چی رو یادم میدونم، کلمه به کلمه همه چی یادم میاد، انگار همین دیروز بود. جای سختش این که هر روز با این مشکل سر و کله میزنم، برای اینکه هر روز دقیق و واضح یادم میاد چی شد. اینجا محل تصادف. خدایا هرچند ورزش به من خیلی چیزا داد، اما هر بار احساساتی میشم میگم از ورزش متنفرم. متنفرم که زندگیمو فدای ورزش کردم و اونم در عوض این بلا رو سرم آورد.
10 سال پیاپی هر کاری تونستم کردم تا دوباره راه برم. تمام پس اندازم رو خرج کردم، جنگیدم، سخت‌ترین مبارزه عمرم برای به دست آوردن هدفم بود. چال کن این پمپ دیوکسید کربن رو قشنگ بده بیرون. دیوکسید کربن روی مواد شیمیایی بدن تأثیر میذاره. سی بار نفس میکشیم. جسی چطور رفیق؟ خوبه که میتونم یه قسمتی از بدنم رو حس کنم. اگه جایی از بدن صدمه دیده هر نوع حسی داشته باشی میتونه تغییر خیلی بزرگی باشه. تو میتونی تو خونه راه بری؟ آره میتونم. رو دوچرخه ثابتم رکاب بزنم، تحرک چهار سر ران دارم، تحرک مایچه‌هام هم دارم، برای همین میتونم اطراف خونه راه برم. اما عضله سرینی منو موقع راه رفتن نگه میداره، واسه همین اگه عصر از دستم بگیرن یا زیر بغلم نباشه میافتم زمین. حس میکنم سلولای بنیادی مرحله بعدی درمانت باشه. آره. دکترم دیروز مورد سلولهای بنیادی رو مطرح کرد. دکتر میگفت من تا یک سال و نیم دیگه نگذره سراغ این درمان نمیرم. باید نزدیک به 2 سال بگذره تا جای زخمات به وضع ثابتی برسن. میفهمی؟ در حالی که برخی از دریافت کنندگان ادعا میکنند از سلولهای بنیادی بهره فراوان برده اند، این گونه درمانها هنوز در درمانگاه‌های ایالات متحده مجوز کار نگرفتند. سال 2015 یه دوره درمانی را آغاز کردم. من بیمار آزمایشی بودم. آزمایش‌ها روی من کمکم کرد تا سر پا وایستم و بتونم وزنم رو تحمل کنم. دوباره تحرک و کنترل لگنم رو به دست آوردم. من قبلا از دنده به پایینم فلج بود. بدنم الان خیلی با چیزی که قبلا بود فرق کرده و همش هم به خاطر این دوره درمان خاص بود. اما این درمان یه دنیای خیلی جدید رو روی سرم خراب کرد. یه عالمه درد و رنج، انقباض عضلانی و خیلی علائم دیگه که سالها شانس آورده بودم که این چیزها رو نداشتم. میخوام اولین مرد در فضا باشم؟ نه، حساب میکنم تا سفرهای فضایی واسه همه امن باشه و همه این سفرها رو داشته باشن. 1 سال و 3 ماه بعد، ناامید از عدم پیشرفت، پال شروع به جستجو برای راه‌های دیگر درمان میکنن. درمانی که شما داشتید عصبها رو در مراحل اولیه برگردونده. روی صورت عصبهایی که آسیب دیده بودن از بین نرفتن. عصبهایی هم که واقعا آسیب دیدن کاملا نابود شدن و همین رشته های عصبی که برگشتن احتمالاً در روند تقویت و رشد مجدد هستن. چطوری سرعت این درمان رو بیشتر کنیم؟ کاری نمی کنیم. فکر نمی کنیم که سلولای بنیادی بتونه به من کمک کنه؟ نظر شما درباره این درمان چیه؟ الان یه جورایی میخوام قبل از اینکه کارمون رو شروع کنم بدونم اصلا به چنین درمانی نیاز داری یا نه. برای اینکه ممکنه تو خودت تو مرحله رشد سریع باشی. یکی از بزرگترین مشکلات اینه که اطلاعات کافی در مورد این درمان وجود نداره. آدم وسط این سردرگمی که چه کسی اطلاعات کافی داره گم میشه. بالاخره در مورد سلولای بنیادی شنیدم و هنوز باید جوابای درست رو بگیرم. باید در مورد رویان و سلولای بنیادین انسان بالغ بیشتر بدونم. الان روز به روز پیش میرم و خودم اطلاع جمع میکنم. سلولهای بنیادین سلولهای توخالی ریزبافت غیر تخصصی هستند که ممکن است بتوانند موجب رشد بافت همسان و یا نو در بدن شوند. من پایین کمرم تو ناحیه مهره T12 آسیب دیدم. عضله سرینی ندارم. زرد پیه پشت زانو 4 سر ران دارم. میتونم با عصا در اطراف حرکت کنم. اگه این درمان رو انجام بدم فقط عضله سرینی من رو بندازه، زندگی من عوض میشه. بعد از اولین دوره درمان بهتر شدم. رنگ پوستم، وضعیت عضله ها. سلولهای بنیادین انسان بالغ قادرند به صورت سلولهای تخصصی سازی نمایند و فقط بافت محلی که از آنجا برگرفته شدند را ترمیم می نمایند. درمان سلولای انسان بالغ در نظر گرفتم. از مغز و استخوان می گیرند. همش مال خود آدم طبیعیه. سلولهای بنیادین رویان از جنین گرفته شده که در آزمایشگاه ها بارور شدند و می توانند انواع سلولهای خاص را از نو بسازند، ولی خطر پس زدن بدن دریافت کننده نیز وجود دارد. شانس درمان با سلولهای رویان زمانی عملی میشه که جنین الگوی دی ان ای سرطان رو داشته باشه و شما بتونید این الگو رو به بدنتون پیوند بزنید. تاکید میکنم اگه میخواید این درمان رو شروع کنید با سلولهای خودتون این کار انجام بدید. هنوزم بدنتون سلولهای بنیادین مناسب رشد میسازه. خیلی از مردم بودن که پیشرفت‌های بزرگی در مورد سلول‌های بنیادین نشون دادن. هفته پیش یه مستند دیدم و همون شخص پسرفت داشت. فعالیت مثانه و لگنش رو از دست داد. درمان بدترش کرد. روی کاغذ چیزی ننوشته که بگه درمان موفقیت‌آمیز خواهد بود. اولش که صدمه دیدم گفتن تا 5 سال آینده درمان پیدا میشه.
وقتی اون 5 سال تموم شد و گذشت گفتن تا 5 سال بعد درمان پیدا میشه. الان 21 ساله که مجروح شدم و 4 بار متفاوت این حرف رو شنیدم. این آسیب مغز نخا ناشناخته است. آخ از دست اون ناشناخته ها. هیچ چیز ترسناکتر از ناشناخته ها نیست. دکتر هانس کرست از ابتدا عضو تیم تحقیقاتی سلول‌های بنیادین بوده و در سال 2002 واقعا تونست یه موش فلج با تزریق سلول‌های بنیادین رویان به مغز نخا راه بندازه. خارق‌العاده است. اگه تو جای من بودی چی کار میکردی؟ من از 99% کاری که در خارج از کشور انجام میدم آگاه هستم. اگه به مکزیک برید و درمان شروع کنید، این کار قانونی نیست. کی میدونه این درمان واقعا ایمن یا ثمر بخش میشه یا نه؟ حالا آیا این درمان که ما بست و توسعه دادیم میتونه معالجه 100% باشه؟ نه، نمیتونه. باید سریع درمان آغاز کنید. درمانی که من ترک کردم برای چند هفته تأثیر داشته، نه چند سال. تو واقعا فکر کردی 100% معالجه میشی؟ یعنی میگم جون کندم تا 100% معالجه بشم، اما میگم دقیقاً آره، هیچ وقت تردید نداشتم زحمت خودتو کشیدی. با وجود این نمیخوام طرز فکرمو عوض کنم. پال میخواد بدون اثر راه بره. میخوام بفهمی که تا الانم خیلی خوب پیشرفت کرده، سر پا شده و واقعاً راه میره. نمیخوام زیر 7 دقیقه 1 کیلومتر رو نیم بدوم. میخوام بتونم ایستاده حمام کنم، کارهای کوچیک انجام بدم. گاهی اوقات میخوام مستقل باشم. فکر نکنم هیچ وقت به فکرم میرسید که ممکنه اینطوری بمیرم بدون اینکه بتونم یه قدم دیگه بردارم. یعنی من فقط نمیدونم، اما حد میزنم امکانش هست. امکانش هست که مرگ منم اینطوری باشه. هنوزم تو رویاهام فکر میکنم من راه میرم، من میتونم. 1 سال و 6 ماه بعد، پس از ماها تحقیق، پال درمان دیگری مییابد. در این سفر توجه ما بر سلولهای بنیادین جنین است. روش درمانی سلولهای بنیادینی که بیشترین اعتراض‌ها و مشاجرات رو تا امروز به خود اختصاص داده. نمیدونستم این درمان وجود داره تا اینکه خودت منو متوجه این درمان کردی. آدم دیوونه میشه، چرا همیشه مخفی و سریه؟ خیلی اعتراض کردن. اونا از سلولهای بنیادین جنین متولد نشده استفاده میکنن که مادر مجبور به سقط جنینه. پس از سقط جنین از سلولهای بنیادین جنین بهره برداری میکنن. سلولهای بنیادین از جنینهای سقط شده گرفته میشوند. ما به سلولهای عصبی نیاز داریم. باید بتونید از سلولهای بنیادین جنینی سلول عصبی بگیرید. میدونم فقط چند هفته گذشته، اما از این درمان چیزی آیدت شده؟ تا الان یکم روی 4 سر ران راستم تأثیر داشته. عضلش یکم حرکت میکنه و قوی تر شده. خیلی شگفت انگیزه. اگه بتونم عضله سرینی مو دوباره به کار بندازم زندگیم عوض میشه. آره، خب واسه آدمی که نتونه نصف بدنشو تکون بده هنوز خیلی مونده. اگه درباره سلولای بنیادین حرف بزنم همه میگن دیوونه شده. دوما اگه بهشون بگی از سلول بنیادی جنینی میخوای، مردم میگن حالا دیگه کاملا خور شدی. تازه اگه بهشون بگی میخوای بری به تیوانا یا مکزیک این سلولا رو بگیری چی؟ وای، اصلا دلم نمیخواد درباره این چیزا با مردم حرف بزنم. نمیتونم نگاه کنم، نمیخوام نگاه کنم، واقعا نمیخوام. اگه این مستندو میبینی باید درباره این موضوع ذهن بازی داشته باشی، اما الان یه طرفه قضاوت میکنی چون همش فکر میکنی میخوای بری سلولهای بنیادین جنینو بگیری. اصلا اینطوری نیست. مطمئنم نیازی به این چیزا نداری. اصلا فکر نمی کردم تو موقعیتی قرار بگیرم که تصمیم به این سختی بگیرم، اونم بر پایه یه چیز بیهوده که هیچیش معلوم نیست. توضیح سخته، خودت میدونی، اما موضوع اینه که همیشه اینطوری میشه و همیشه هم همینو میگی. تو جای من نیستی، پس نمیتونی درک کنی. خودت هم میدونی که حرفت درسته. دقیقا. هیچ کس حتی نزدیکان شما هم نمیتونن دقیق درکتون کنن. منظوری ندارن که نمیتونن درک کنن، اما هیچ کس درک نمیکنه وضعیت شما چقدر سخت شده و هر روز چه بلایی سرتون میاد، چقدر سختی میکشید و باید تلاش کنید. همه فکر میکنن برای درمان این آسیب دیگه امیدی نیست. من حقیقتا باور دارم که درمان داره. آمدم هر چی که هست امتحان کنم تا از این موقعیت الان خودمون بیایم بیرون. برای اینکه خیلی وحشت، یعنی از نظر ذهنی میگم، خوش نمیگذره. دیگه آدم شوخ و شنگی نیستی که آدم بتونه با طرف بزنه. خیلی مقید شدم. الانم تمام پس اندازم گذاشتم و حتما سراغ این درمان میرم.
با من به تیوانا میای؟ هنوز یه هفته هم از درمان با سلول های بنیادی نگذشته. با مزه است. آخه هر روز صبح که پا میشم میگم خب الان یه مش عضلی جدید رشد میکنه که منو تقویت کنه. اما اینطوری نیست. ماها طول میکشه تا چنین رشد نموی در بدن اتفاق بیفته و امیدوارم رشد عضلانی داشته باشم. میدونی میخوام عضلاتم رشد کنن تا دوباره تقویت بشم، تا دوباره قوی بشم، بتونم کاملا انگشت های پامو تکون بدم. یک سال و نه ماه بعد، پال اکنون میتواند فقط با یک عصا مسیرهای کوتاه را پیاده طی کند. یه جورایی قلبم شکسته. تنها کاری که تمام فرایند درمان برام انجام داد خالی کردن حساب بانکیم بود. دو تا عصا نمیخوای؟ نه، میخوام ظاهرم نشون بده که حالم بهتر میشه. خوب پوز میدی. 99.9% از مردم من گفتن این کارو نکنم، اما فکر میکنم حالا که شکست خوردم حالم خیلی بهتره تا اینکه اصلا امتحانش نمیکردم. حال ویکتور، خوشحالم میبینمت. منم خوشحالم میبینمت. چطوری؟ خوبم، میگذره. 10 سالم بود. تا 8 سالگی سریع به جلو میرفتم. وقتی از دبیرستان دیپلم گرفتم تونستم روز فارغ التحصیلی روی سن راه برم و دیپلممو بگیرم. هرچی بیشتر از زمان آسیب دیدنم میگذره بیشتر متوجه میشم کسی چیزی نمیدونه و من فقط سعی میکنم تلاشمو بیشتر کنم و بهتر بشم. در مورد این آسیب دیدگی برداشت خودتون از زمان کنار بذارید. این شکستگی استخوان نیست که 12 هفته خوب بشه. بعد گچشو باز کنم و دوباره سر کار و زندگیم برگردم. این روشی نو برای زندگی کردن و موجودیت داشتنه. خیلی ممنونم وقتی بچه ها براتون پیام فرستادن جواب پسرامو دادین. خیلی خوبه، عاشق حمایتشون شدم. بچه ها حرفی ندارین؟ بله، و این بچه ها خیلی خوشحال شدن که شما جوابشونو دادین. منم خیلی خوشحالم. پسرم به کل بچه های کلاس گفته شما چه قهرمانی بودین. برای بچه ها خیلی شگفت انگیز بوده. بعد که شما رو دیدم خیلی دستخوش شدن. چند بار اطرافتون چرخ زدن. تو این 14 سال که به کرانکسورس میام تو مسابقات زیادی رقابت کردم. یکم برام عجیبه که بیام اینجا فقط تماشاچی باشم. موفق باشی. سلام، حالت خوبه؟ امسال حتما برنده میشی. آره، دفعه آخر که تو مسیر بودم رقابت فقط بین من و تو بود. حقیقت اینه که این رنج بشریه. رنج همینه. من راستش از دست خودم عصبانی بودم که این حقیقت رو میدونستم و سرنوشت خودم رو قبول نکردم. انگار نمیخوام بگم منم دوچار این رنج شدم، منم دوچار قانون طبیعت شدم، خطای دیگران سر من خراب شده و من دوچار رنج و محنت شدم. این اولین رنج واقعی منه. اینطوری بود که نمیتونم بگم. خیلی عالی تونستم قضیه رو جمع کنم. این وضعیت منو بیشتر شوکه کرد. قبل از این فکر میکردم این بلا احتمالا سر یکی دیگه میاد، نه من. یا فکر میکردم بلایی که سر من اومده بدبختی و فلاکته و اینا چیزایی هستن که آدم میتونه بهشون غلبه کنه، میتونه از پسش بر بیاد. اما رنج کشیدن چیزیه که باید اونو تحملش کنی. هفته پیش یه بچه فهمید من مکزیک بودم و سلول های بنیادین گرفتم و گفت منم ماه بعد میرم همین درمان رو شروع میکنم. نظر چیه؟ آینده و عاقبتم رو حدس میزنم. اما این چیزا باعث میشه من بغض کنم. تا حالا نشنیده بودم بگی شاید این سرنوشت من باشه، بگی این... میدونم. ما همیشه بیشتر میخوایم. به عنوان یه انسان همیشه بیشتر میخواییم. موقعیت هم برامون فرقی نمی کنه.
زیاده خواه است. قبلا من قوی ترین آدمی بودم که تو اتاق را می رفت. من ضعیف شدم. مطمئنا اجازه غمگین شدن و اجازه افسرده شدن دارید. اجازه دارید دچار افسردگی بشید. لازم نیست با این احساس بجنگید. اما باید ذهنتون در برابر این مسائل باز باشه تا تغییر کنید. باید ذهنتون باز باشه تا بفهمید چطوری باید به جلو برید. اگه من ناامید بشم و دست رد به سینه همه چالش‌ها بزنم، کل زندگیم اینطوری میشه. من ناامید میشم، عصبانی یا افسرده میشم و این راه زندگی کردن نیست. اگه آسیب مغز نخایی رو تحمل کردید و زنده موندین، یه شانس دوباره تو زندگی بهتون داده شده. این شانس دوم بلیت دوم شماست برای همون قطار زندگی، درسته؟ پس میدونید نباید حرومش کنین. دو سال بعد پال تلاش میکند بدون کمک گام بردارد. حالا که موقعیتم رو قبول کردم، به این معنی نیست که باید همینطوری بمونه. به این معنی نیست که من نمیتونم وضع رو عوض کنم یا کنترلش کنم یا ازش عبور کنم. و این بخش زیبای پذیرفتگیه. پذیرفتن شکست نیست، نیرومند کردن خودتون برای پیشرفت به جلوه. خودم و تمام وقت وقف این فرایند کردم و به آسیب دیدگی خودم احترام میذارم. میدونم بدنم برای من سخت کار میکنه. میدونم آسیب دیدگی مغز نخا دارم. سخته، این وضعیت منه. هر روز باهاش زندگی میکنم. من سرود قدردانی رو میخونم. واقعا هرچی که هست قبول میکنم. محدودیتاش برام اشکالی نداره. فکر میکنم هنوز یه آدم کاملم، یه آدم با ارزش. هنوز این ارزش‌ها عوض نشدن. ارزش منم با بقیه یکسانه. هنوزم باور دارم که میتونم راه برم. درباره من پذیرفتن یعنی که تسلیم بشم و امید راه رفتن مجدد رو کنار بذارم. یاد گرفتم با این وضعیت زندگی کنم. یاد گرفتم با معلولیتم زندگی کنم. هر روز یه چالش جدیده. اما نه، نمیتونم بگم این وضع رو پذیرفتم. هنوز 5% شانس درمان دارم. سعی میکنم سپاسگزار چیزایی باشم که هنوز دارم و درک میکنم من ورزشم رو واقعا دوست داشتم و برای همین ورزش میکردم. یه چشم‌انداز کاملا متفاوت نسبت به احساساتم دارم، چون تو زندگیم الان اهمیت داره. نمره 7 بگیر. به بالای قله نگاه میکنیم. کمزینگ همسر و پدر دو فرزند رو داریم. این شیب تندترین مسیر عبور در تاریخ رمپیک ثبت شده. سرازیری 63 درجه پس از اینکه کم از روی صخره عظیم بپره و پایین بیاد. حالا کارشو شروع میکنه. زینگ به لبه پدگاه میرسه. موفق میشه. چشمان شما فریبتون نمیده. پال باس اینجاست. خوش اومدی دوست من. خوشحالم میبینمتون. این زمینای تو خالی پشت سر ما هستن. گاهی اوقات برگشتن خیلی سخته. میدونین پارسال برام خیلی سخت بود که برگردم، اما امسال حس خوبی دارم که برگشتم. هنوز 100% آسیب دیدگی خودم قبول نکردم، اما از همین وضع خودم تو زندگی راضیم. هفته پیش خیلی غصه خوردم که نمیتونم به تخت سواری یا قایق موتوری برم و با دوستام تخت سواری پشت قایق موتوری بکنم. فقط رو قایق نشستم و تفریح دوستامو تماشا کردم. یه چیزی تو مغزم کلید خورد. گفتم حداقل میتونم سوار قایق بشم. دستمو تو آب گذاشتم. دمای آبو حس کردم. موج نرم آبو حس کردم. و به یاد آدم هایی افتادم که نمیتونن این حس رو داشته باشن.
پسرم زد دوباره موج سواری کنم. یه تخته موج سواری ساختم که روی شکم بخوابم و بعد منو هول دادن وسط امواج آب سنگی کاردیف ریف تو سان دیگو. خبرش می رفتم و تیما حمایت می کردم. با افراد مجروح صحبت می کردم. دوست دارم به کنسرت و بازی بیسبال برم. الان بیشتر از هر وقت دیگه می خوام راه برم. فعالیت کنم. عاشق اینم که راگبی بازی کنم. از گردن به پایین فلجم، اما جدن می تونم روز یه نفر تو بازی از روی صندلی راگبیم خراب کنم. حرفه موسیقیم رو از سر گرفتم. دوباره دوچرخه سواری رو شروع کردم. اما با شرایط خودم می رفتم و می رفتم. همینطور اونو رکاب می زدم. وقتی تو دهه 80 فیلم پلیس رباتی رو دیدم، هیچ وقت فکر نمی کردم ربات انسانی بشم. گفتم خدای من، می خوای نشونت بدم؟ دو سال و شش ماه بعد، پال بدون کمک اولین گام‌های خود را برمی‌دارد. اگر بتونین یه قرص بخورین و فردا بیدار بشین و کاملاً معالجه شده باشین، اولین کاری که می‌کنین چیه؟ نمی‌خوام این صحنه احساسی رو خراب کنم، اصلاً نمی‌دونم. اولین کاری که می‌کنم اینه که میرم ساحل دریا. آره، کار عجیبیه، چون آخرین باری که تو ساحل دریا بودم میتونستم شنای دریا رو با انگشتای پام حس کنم. یادم میاد پیاده برگشتم و دوباره سمت ساحل دویدم. اولین کاری که بهش فکر میکنم اینه که سر پا بلند میشم و مامانم رو سفت بغل میکنم، چون تا حالا این کار رو نکردم. میدونم و توقف نمیکنم. مثل یه دونده قوی همه رو دنبال خودم راه میندازم تا بدویم. با مادرم میدوام، با پدرم میدوام و با برادرم میدویم. هر سال بیش از 250,000 نفر در سرتاسر جهان دچار آسیب دیدگی مغز نخاع میشوند. تحقیق برای درمان همچنان ادامه دارد. اروپا رو دوست داری؟ آره دوست دارم. اما سردامو دوست داری؟ تو الان از کجا بیشتر خوشت اومده؟ ساختمونا رو خیلی دوست دارم. یعنی اونجا رو ببین. وای خیلی قشنگه. خیلی. چه عمارتایی داره.